دوران رو به شادی، خوشی، شادکامی بگذرونید با این همه اندوهی که در جهان هست. در ابتدای برنامه درود دارم به برادرم مهندس امیر شجری، شخصیتی که خیلی کار میکنه و کمتر کسی ازش یاد میکنه و کمتر کسی میدونه. از چهره های پشت پرده و پنهان نشر خردگرایی و آزاداندیشی در جهان آریایی است از سالیان سال. چند سال پیش به پاس خدماتش روزی بزرگ انسان دوستی فرانسه، ماه آفریل سالگرد اون روز بزرگ و باشکوه و زیباست. پس در ابتدای برنامه شما پروانه میخوام که یادی بکنیم از اون روزی که مهندس امیر شجری در کنار برادرم پرویز اصفهانی جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو گرفت. اعطای جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه به آقایان مهندس شجره و پرویز اصفهانی. طی مراسم باشکوهی در سنای فرانسه، آقایان مهندس امیر شجره، مدیرعامل پارس تی وی و پرویز اصفهانی، سردبیر هفته‌نامه جهانی نیمروز، مفتخر به دریافت نشانه جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه شدند. در این مراسم باشکوه رئیس کمیته جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه آقای ژان پولس هنگام اعطای نشان به آقای مهندس امیر شجره، مدیرعامل تلویزیون فارس، اظهار داشت که ایشان مهندس الکترونیک دستگاه‌های بزرگ ماهواره‌ای می‌باشد و سالیان درازی را در تلویزیون ملی ایران فعالیت نموده است. در سال 1989 پس از ترک کشورش، پایه‌گذار نخستین رادیوی 24 ساعته پارسی زبانان در سراسر جهان بوده است. پنیز مهندس امیر شجره در سال 1998 نخستین تلویزیون ماهواره‌ای 24 ساعته پارسی زبان را در لس آنجلس پایه نهاده است که برنامه‌هایش در سراسر جهان از آمریکا و کانادا تا اروپا و ایران پخش می‌شود. وی ادامه داد که امیر شجره با برنامه‌های تلویزیونی روشنگرانه‌اش که توسط برنامه‌سازان بسیاری در جهان پارسی زبان ارائه شده است، خدمات شایان توجهی در جهت بالا بردن رشد فکری و آگاهی رسانی مثبت و سالم هموطنانش انجام داده است. و امروز ما خرسند و مفتخریم که جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه را به این شخصیت ایرانی اعطا می‌کنیم. پس از صرف ناهار در سنای فرانسه، در پایان مراسم رئیس جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه از سیاوش اوستا خواست تا سخنران پایانی مراسم باشد. شجره و اصفهانی جشن باشکوهی توسط سیاوش اوستا در 66 شانزلیزه پاریس برگزار شد.
که در این جشن ده‌ها تن از شخصیت‌های ایرانی چون تیمسار منیعی، تیمسار وحدت، دوشنگ و کاظم معین‌زاده، سرهنگ ایسا پژمان، پروفسور سیف‌الدین نبوی، خانم نازنین، مجید خواننده جوان، دکتر صادق‌زاده، ابراهیم شیرازی، رضا اعظم‌لو، مهندس زیایی، صبری، زکریا هاشمی، مسعود سمندری و ده‌ها هنرمند و نویسنده هموطن دیگر شرکت کردند. در این مراسم جاوید و احمد دو هنرمند جوان و خانم هند از تونس هنرنمایی نمودند. جریان عشق و عاشقی